سلام درود به یاران عزیزم، با آرزوی توفیق و سلامتی شما یاران گرامی در هر کجای دنیا که هستید. سأل سائل به عذاب واقع، آیه یکم سوره مبارکه معارج می‌فرماید سأل سائل به عذاب واقع، یعنی یک پرسنده‌ای یک سؤالی مطرح کرد در رابطه با عذابی که واقع میشه. در اینجا اون نکته‌ای که من میخوام بازش بکنم و به عرض شما برسونم سؤال کردنه که قرآن متذکرش میشه، در سوره المعارج متذکرش میشه. سأل سائلون، یه سائلی، یه پرسندهی، یه سؤال مطرح کرده در مورد یه سوژه مشخص. قرآن میخواد چیو بیان بکنه اینجا؟ اصل سؤال کردن اینجا مهمه. یعنی یه شخصی، حالا نضر بن حارثه یا هر کس دیگه‌ای، در مورد یک مطلبی اومده یه سوالی طرح کرده. حالا اون آقای نضر بن حارثه شاید رئیس کفار بوده، اومده خدمت رسول اکرم که رئیس المؤمنینه و سؤالی مطرح کرده، شاید از روی غرض‌ورزی و عناد و هر چیزی. اما خداوند روی این مسئله انگشت میذاره، رو طرح سؤال و پرسش. این برای قرآن مجید خیلی مهمه، میخواد به ما یه امر رو تفهیم بکنه. قرآن میخواد بگه که آقا صرف نظر از دستگاه اعتقادی که دارید، در امری که نمیدونید سوال بکنید و در عین حال از کسی که احتمال میدیدی که اون امر رو بدونه سوالتون رو طرح کنید. در آیه شریفه میفرماید واسألوا، یعنی سوال بکنید، بپرسید اهل ذکر، از اهل ذکر سوال بکنید. ان کنتم لا تعلمون، اگر نمیدونید، اگر نمیدونید برید سوال کنید. اما از کسانی که اهلیت سوال کردن در اون امر خاص رو دارن سوال بکنید. یعنی اگر که مثلا سوال شما راجع به نجومه، نرین پیش یه فیلسوف ازش سوال کنید. اگر سوال شما راجع به تاریخه، نرین از یه جغرافیدان سوال کنید. پس قرآن مجید از یک طرف می‌فرماید سوال کردن مهمه، از جانب دیگه نباید در بیخبری و بی اطلاعی نسبت به یک امری موند که آدم احتمال میده که در مورد اون امر اشخاصی هستن که آدم میتونه ازشون سوال بکنه و اونها با جواب خودشون اطلاع و خبری رو که آدم نداره به دست بیاره. بر این مبناست که مردم میرفتن خدمت رسول اکرم و سوال میکردن. به تشویق خود قرآن وقتی میگی مردم میرفتن، نه اینکه مسلمون ها میرفتن، مردم میرفتن، مردمی که در مکه و مدینه زندگی میکردن و خیلی از اون مردم بی اعتقاد بودن، اعتقاد نداشتن اصلا. شرط سوال کردن داشتن اعتقاد نیست، داشتن عقیده دینی نیست، هم عقیده بودن با شخصی که شما ازش سوال میکنید نیست. قرآن مجید می فرماید
دروغ نگید، تهمت نزنید، اهانت نکنید، غیبت نکنید، این کارا رو نکنید، ولی سوال بکنید. حالا فرض بفرمایید که من یه چیزی نمیدونم، احتمال میدم که فلان شخص اون مطلب رو بدونه، ازش یه سوالی طرح میکنم. قرآن منو تشویق میکنه که سوال طرح بکنم. آیا در جواب من باید به من تهمت زد، پشت سر من غیبت کرد، به من اهانت کرد، به من دروغ گفت؟ نه، اینا خلاف قرآنه، اینا خلاف اسلامه. کسانی که این کار رو در قبال طرح یک سوال انجام میدن، بویی از اسلام نبردن، با روح قرآن بیگانه هستند. وقتی رسول اکرم فرمودند که وسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون، و مردم گروه ها گروه می اومدن و از رسول اکرم سوال میکردند، قرآن مجید سوالات اینها رو ثبت میکنه برای امروز من و شما و برای تاریخ. از رسول اکرم سوال میکنه، یسالونک عن الروح، راجب روح صحبت میکنه، سوال فلسفی، سوال متافیزیک از پیغمبر میکردند. از تو سوال میکنند راجب روح، قول روح من امر ربی، جوابش اینه. از رسول اکرم می اومدن سوال میکردن، یسالونک عن ذلقرنین، راجع به ذلقرنین از رسول اکرم سوال میکردن، این سوال تاریخیه. رسول اکرم بهشون پاسخ میداد. می اومدن خدمت رسول اکرم، یسالونک عن الاهله، سوال نجومی میکردن راجع به هیئت، راجع به گردش ماه، راجع به اطوار ماه و منازل ماه و اشکال ماه در فلک صحبت میکردن، سوال میکردن از رسول اکرم. پیغمبر جواب میداد بهشون. یه عده من خدمت رسول اکرم راجع به احکام سوال میکردند، یسالونک عن الخمر و المیسر، راجع به شراب سوال میکردن، راجع به قمار سوال میکردن، اینا احکام دینی بود. پیغمبر بهشون جواب میداد. پس ببینید چقدر تنوع داشته سوالهایی که از رسول اکرم میکردن. این نبوده که فقط بیان سوال راجع به احکام دینی بکنن. سوالاتی که در ذهنشون طرح میشده، احتمال میدادن که رسول اکرم اون سوالات رو براش پاسخی داشته باشن. میومدن سوالات رو طرح میکردن. قرآن اینها رو بیان میکنه برای اینکه ما رو هدایت بکنه به اینی که رشد و تربیت و آموزش و پرورش از چه مسیری عبور میکنه. طبیعی ترین کاری که در یک جامعه میتونه صورت بگیره دیالوگه، گفتگوه، پرسش و پاسخه، سوال و جوابه. چرا یه عده میخوان سانسور کنن سوال کردن رو؟ چرا خلاف قرآن مجید رفتار میکنن؟ اگر قرآن مجید رو قبول ندارن، اگر اصلا با اسلام بیگانه هستن، چرا اصول دموکراسی رو رعایت نمیکنن؟ یعنی به طور کلی یک شهروند که معتقد به حفظ مبانی شهروندی و حقوق شهروندی و رعایت حقوق بشر و احترام به حقوق افراد دیگره، هیچ وقت سوال رو با فحش پاسخ نمیده یا یه کاری نمیکنه که دهن کسی که میخواد سوال بکنه بسته بشه، اون رو دوچار بایکوت و دوچار اوتوسانسوری نمیکنه که خودش رو ممانعت کنه از طرح سوال،
یه جو کاذبی درست نمی کنه که انسان خودش رو سانسور بکنه. اینها خلاف اسلام، خلاف قرآنه. اما اگر یه نفر بگه آقا من قرآن و اسلام رو قبول ندارم، خب خلاف اصول شهروندیه، خلاف اصول دموکراتیکه. مسلمان نمیتونه سوال یک نفر رو بدون پاسخ بذاره. میتونه بگه آقا من نمیدونم، شما برین از کسی که میدونه سوال کنید، من اهلیت جواب دادن به این سوالی رو که شما طرح کردید رو ندارم. ولی نمیتونه بهش توهین بکنه، نمیتونه سرکوبش کنه، نمیتونه تهدیدش بکنه، نمیتونه بگه آقا تو کی هستی، آدرست کجاست، شب یه در رو بفرسته در خونه اون طرف، برای اینکه اون رو تروریزش بکنن، یعنی متبهشش بکنن، مرعوبش بکنن. پس اگه یه عده افرادی پیدا شدن که یه موضوعی رو نمیدونستند و رفتند از کسانی که تصور میکردن اون موضوع رو بدونن سوال بکنن، عملشون 100% موافق روح تعالیم قرآن مجید و اسلام. اون کسی که به اون نحوی که در قرآن 100% نهی شده برخورد میکنه با اون سائل، سأل سائلون، اون قطعا ضدیت دارد با اسلام و قرآن، حتی اگر ظاهرا ملبس به لباس پیشوایان دینی حتی باشه. هیچ تردیدی در این مسئله نیست. اینجا اون سوالیه که مطرح میشه. وقتی اینجوری با آدم برخورد میکنن، آدم در اسلام اون شخص، در ایمان و اعتقاد اون شخص شک میکنه و مثل حافظ این سوال براش مطرح میشه. مشکلی دارم. از سوال به مسئله میکشه. به مشکل میکشه. مشکلی دارم. ز دانشمند مجلس باز پرس. دانشمند مجلس یعنی کسی که میره رو اریکه سخنرانی میشینه و صحبت میکنه. برو از اون بپرس. توبه فرمایان چرا خود توبه کمتر میکنند؟ ظاهرشون واعظه اما غیر متعظن. دم از اسلام میزنن ولی اسلام رو محدود به سکوت میکنن، محدود به سرفرود آوردن در برابر جباریت میکنن. اینا ارتباطی به اسلام نداره. قرآن این حرفا رو نمیزنه. ما آموزش های بسیار زیادی در فرهنگ ایرانی اسلامی دیدیم از بزرگان، از بزرگان معنویت، عرفان، فرهنگ، ادب. امیرالمؤمنین علی علیه السلام ایشون شخصیت استثنایی داشتن، شخصیت ممتازی داشتن. یکی از وجوه ویژه شخصیت متشخص ایشون این بود که به ولی سلونی معروف بودند. یعنی میرفتن میشستند در حلقه مردم، مردم نه اصحاب، مردم، عموم مردم، میفرمودن سلونی، یعنی سوال کنین از من، قبل ان تفقدونی، پیش از این که من رو از دست بدید، از من سوال کنید. پس ما این رویه رو باید اتخاذ بکنیم. اگه یکی داره سوال طرح میکنه، خیلی خیلی محترمانه با رعایت اصول ادب و احترام داره سوال طرح میکنه، هر کسی که سعی کنه با ارعاب، با تهدید، با جفسازی او رو وادار به سکوت کنه یا مردم رو بر علیه اون بخواد بشورونه، بویی از اسلام و از روح قرآن نبرده. شما یاران عزیز رو به خدای بزرگ می‌سپارم. علی نگه.